شرکت هواپیمایی الهلال اسرائیل در یک پرواز نمادین تصاویر گروگان‌های روبوده شده توسط حماس رو بر روی صندلی‌های هواپیما نصب کرده. تصاویر کودکان، کهنسالان و افراد دارای معلولیت که گروگان گرفته شدند در حالی بر روی صندلی‌های هواپیما نصب شده که هدف از این اقدام جلب توجه بین‌المللی به وضعیت گروگان‌ها عنوان شده. تعدادی از شهروندان اسرائیلی نمایشگاهی از عروسک‌ها با چشمان بسته و آغشته به رنگ قرمز رو تحت عنوان من می‌خواهم گریه کنم در یکی از معابر عمومی تل‌آویو به یاد کودکانی که در حمله 7 اکتبر حماس به گروگان گرفته شدند برگزار کردند. شهروندان اسرائیلی از جامعه جهانی خواستار رهایی گروگان‌ها هستند. بر اساس گزارش‌ها بیش از 25 نفر از گروگان‌هایی که حماس و جهاد اسلامی رو بودند کودک و نوجوانند. این نمایش احساساتی که ما هر روز می‌گذرانیم رو برجسته می‌کنه. دلمون برای پدر و مادرها و والدین این کودکان می‌شکنه. ما بارها این اتفاقات رو پشت سر گذاشتیم. وقتی بقیه دنیا متوجه نمیشه، قلب‌هامون می‌شکنه. من واقعاً متاسفم برای کسانی که در آن سو بی‌گناه هستند، اما بخشی از وحشتی که حماس ایجاد کرد نبودند. با این حال این ما نبودیم که این وضعیت را آغاز کرد. در حمله هوایی ارتش اسرائیل به خان یونس در نوار غزه در ساعت اولیه چهارشنبه 3 آبان دست کم 10 نفر کشته شده و تعداد زیادی زخمی شدند. شاهدان عینی و بازماندگان حمله میگن چنین حملاتی سنگین و ویرانی هایی که به جا میذاره رو در عمرشون ندیدن و اسرائیل هیچ فرقی به گفته اونها میان اهداف نظامی و غیر نظامی نمیذاره. به شما میگویم ما در خانه بودیم که ناگهان چیزی شبیه یک بمب بشکه‌ای منفجر شد. این موشک معمولی نبود. ما قبلا چیزی شبیه آن را ندیده بودیم. همانطور که میبینید همه چیز از بین رفته است. افراد بیگناه از جمله کودکان و زنان جان خود را از دست دادند. این هدف آنها برای کشتن بیگناهان و زنان و کودکان است. این مردم در خانه ها زندگی می کنند. هیچ منفعتی از هیچ طرف جنگ نمی برند. این دشمن هیچ فرقی نمی ذاره. بعضی ها خواب بودند، بعضی ها بیدار بودند. همه شهید می شن. اینجا تکه های گوش پراکنده است. این نوع از انفجار و ویرانی هایی که در خانه های مردم تحمیل می کنند رو قبلا هرگز ندیده بودیم. همکارم اردوان روزبه اینجا در اورشلیم به ما پیوسته میدونم که در این دقایق گذشته دفتر نخست وزیری اسرائیل هم گزارشی داده در مورد آمار کشته‌ها. بله، دفتر نخست وزیری دقایق پیش گزارشی داده، در اون یه اصلاحاتی انجام شده از جمله اینکه تعداد کودکان اسیر شده 30 نفر هستن، از 220 هم حدود 220 نفر میگن هنوز در اسارتن. اطلاعات جمعی که در این گفته نشده، ولی من اشاره میکنم که خب میدونید که یک از مشکلات اینه که دست کم 25 ملیت در این گروگان حالا وجود داره. اون اشاره به دستگیری به در واقع حمله و کشته شدن یک از فرماندهان عملیاتی در خان یونس اشاره کرده دفتر نخست وزیر. تأثیر مبشر کسی بوده که طراح بسیاری از عملیات علیه شهروندان اسرائیلی، به گفته دفتر نخست وزیر بوده که اونها تونستن ساعتی پیش اون رو مورد هدف قرار بدن و بکشن. دفتر نخست وزیر همچنین اشاره کرده که شب گذشته تعداد بسیار زیادی، حالا اصلا عدد اشاره نکرده، گفته تعدادی از نیروهای حماس که از طریق دریا در منطقه موسوم به ذهین تلاش میکردن وارد مناطق اسرائیل بشن، اونها هم کشته شدن و اجازه داده نشده. آخرین آماری که دفتر نخست وزیر داره میگه تعداد حملات راکتی حماس از روز 7 اکتبر تا کنون حالا شده 7840 مورد. این داره تاکید میکنه که حدود 1400 نفر کشته شدن و دست کم 5400 نفر هم الان زخمی دارن. در بیانیه دفتر نخست وزیر به چند نکته اشاره شده. نکته اول این که اعتراضی به اظهارات دبیرکل سازمان ملل شده و در اون تاکید شده که رئیس سازمان ملل منصفانه به مسئله درگیری بین حماس و اسرائیل نگاه نکرده و همچنین در این بیانیه تاکید شده که فارغ از همه مسائل در حال حاضر اسرائیل به دنبال از بین بردن زیرساخت‌های حماس در غزه خواهد بود و این عملیات رو ادامه میده.
به نظر میرسه بیانیه امروز در راستای دو بحث مهم دیگه. به نظر من مسئله اول این که آقای اردوغان ساعتی پیش از این در حمایت از حماس اعلام کرد که اونا گروه های هستن که آزادی خواستن و سرزمینشون دارن حفظ میکنن، و اظهارات آقای گوترش در کنفرانس خبری روز گذشته، هر دو اینا مواردی بود که خب به هر حال اسرائیل رو هدف قرار میداد. نکته که هست اینه که در حال حاضر مسئله کشته شدن در افراد در غزه واقعا مسئله غم انگیزیه، و من فکر میکنم حتی در اسرائیل هم باید به این قضیه فکر بشه. واقعا به هر حال یه راهی باید پیدا بشه که شهروندان از بین نرن. اما اون چیزی که به نظر میسه دولت مردان اسرائیلی رو داره نگران میکنه این هستش که اینا در این جریان تبلیغاتی چنان که بایسته است به مسئله شهروندان اسرائیلی توجه نشه. خب واقعیت اینه که من فکر میکنم سازوکاری باید اسرائیل هم پیش رو داشته باشه اگر میخواد جامعه جهانی رو برای خودش حفظ بکنه، بتونه سازوکاری ایجاد بکنه که تاسکم تعداد کمتری از شهروندان غزه کشته بشن، و همین هدفهای مشخص و خاص که الان داره هر روز میزنه در عمل داره کاری که انجام میده اینه که اون زیرساختار داره به مرور از بین میبره، و تلاش باید بر این بشه که به هر حال کمتر شهروندان کشته بشن، راهی برای ادامه حیات اونها وجود داشته باشه، که من فکر میکنم بیانیه امروز دفتر آقای نتانیاهو بیشتر دنبال این بوده که در جواب این دو صحبت متفاوت و اعتراضی بتونه یه حد بالانسی رو این وسط نگه داره. ممنونم از تو اردوان روز به همکارم اینجا در روشنیم با ما.